کدگذاری عکس ها در نرم افزار MVVO هم چندان تفاوتی با کدگذاری فایل های صوتی، تصویری و یا حتی متنی نداره. ولی به صورت خاص اگر ما بخوایم نمایش بدیم نحوه کدگذاری عکس ها رو، به این صورت عمل میکنیم که ابتدا از قسمت لیست ویو، یعنی در قسمت سورس ها و از قسمت لیست ویو عکس مورد نظرمون رو که گفتیم با این آیکون ذخیره میشه رو روش کلیک میکنیم تا باز بشه. و بعد از اون در قسمت دیتیل ویو با استفاده از گزینه کلیک تو ادیت عکسمون رو آماده ادیت کردن میکنیم. خب این عکسی که مشاهده میکنید هومپیج دانشگاه هست و اینجا گزینه‌ای داره تحت عنوان ارسال پیشنهادات به شورای مشورتی. در قالب مثال اگر ما فرض کنیم که یکی از ویژگی‌های رئیس دانشگاه این باشه که از مشورت کارکنان خودش برخوردار باشه، می‌خوایم این قسمت عکس رو کدگذاری کنیم. نحوه کدگذاری به این صورت هست که کاربر ابتدا با کلیک روی ماوس و درگ کردن اون قسمت مورد نظر عکس رو که میخواد در مورد اون تحلیلی بنویسه رو انتخاب میکنه. با رها کردن ماوس همونطور که میبینیم یک کادر متحرک دور قسمت انتخاب شده شکل میگیره. در اینجا کاربر میتونه با راست کلیک کردن روی قسمت انتخاب شده و گزینه کد سلکشن و بنابر نیازش استفاده از گزینه کد سلکشن ات اگزیستینگ نود یا کد سلکشن ات نیو نود یا سایر انواع کدگذاری هایی که در درس‌های قبل درس دادیم کد خودش رو تعریف کنه. این یک راهش هست. ولی این راه همونطور که در مورد داده‌های صوتی و تصویری توضیح دادیم هرچند درست هست، ولی ضعفی که داره اینه که به موقع جستجو کردن و انجام کوئری‌ها که یکی از مهمترین توانایی‌های نرم افزار هست، این قابلیت از ما گرفته میشه و امکان جستجو و سرچ در متن‌ها رو از دست میدیم در مورد متنی که پیرامون این عکس نوشته شده. پس بهتر هست برای جلوگیری از این نقیصه به این صورت عمل کنیم که بعد از انتخاب قسمت مورد نظر عکسمون در فضای خالی روبروی عکس در قسمت دیتیل ویو راست کلیک کنیم و گزینه اینزرت رو انتخاب کنیم. خب در قسمت ریژن مختصات قسمتی از عکس که انتخاب شده نمایش داده میشه و در قسمت کانتنت محقق میتونه توضیحات خودش رو پیرامون این قسمت انتخاب شده عکس بنویسه. ما هم این کار رو میکنیم. در فرض مثال مینویسیم یکی از ویژگی های یک رئیس دانشگاه استفاده از نظرات کارکنانش می باشد. خب با انجام این کار دیگه می تونیم مثل کاری که برای در واقع فایل صوتی تصویر میکردیم دیگه این قسمت رو کدگذاری کنیم و من مثلا تشخیص میدم که این قسمت رو میتونم ذیل کد مشورت با همکاران یا مشورت با کارکنان در نظر بگیرم. قسمت متن رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم، گزینه کد سلکشن و با توجه به اینکه مشورت با همکاران یا کلن مشورت کردن به عنوان یک ویژگی رئیس دانشگاه قبلا تعریف نشده بوده در نوت ها، از گزینه کد سلکشن ات نیو نود استفاده میکنم و نام کدم رو میگذارم مشورت کردن و اوکی. خب الان اگر به فولدر نوت ها برگردم میبینم که مشورت کردن به عنوان یک نود یا یک کد برای من تعریف شده. به مانند کاری که در فایل صوتی و تصویری میکردیم برای برقراری ارتباط بین متن کدگذاری شده و عکس، اگر من بخوام ببینم که این قسمتی که
کد گذاری کردم و عکسی براش توضیحی براش نوشتم، در واقع کدوم قسمت عکس هست، فقط کافیه که روی این قسمت کلیک کنم. بلافاصله می‌بینیم اون قسمتی از عکس که انتخاب شده بود و توضیحات در موردش نوشته شده بود به صورت هایلایت شده نمایش داده میشه. به این صورت که در این درس توضیح داده شد، ما میتونیم فایل های عکس رو کدگذاری کنیم.